Want more Persian videos like this? Subscribe to our channel. سلام به همگی. من آنیتا هستم. آیا تا به حال راجع به جشن پرش از روی آتش چیزی شنیده اید؟ این جشن که در ایران چهارشنبه سوری نام دارد، شب آخرین سه‌شنبه سال خورشیدی ایران برگزار می شود. و به معنی جشن و سرور در روز چهارشنبه است. در این درس یاد می گیرید که عصر چهارشنبه سوری، ایرانیان در کوچه و خیابان، آتیش های کوچک و بزرگ می افروزند و از روی آن می پرند. با این کار در واقع بدی های سال در حال اتمام را به آتیش سپرده و با درخواست خوبی ها از آن به پیشواز سال جدید می روند. آیا می دانید که کوزه شکنی در چهارشنبه سوری به چه معنی است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. چهارشنبه سوری در ایران پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد. امروزه در این روز اکثر مردم در هر سنی دور آتش جمع می شوند و با پرش از روی آن به جشن و سرور می پردازند. همچنین با موسیقی و رقص و روشن کردن فشفشه و ترقه، شادی و صدای انفجار تا پاسی از شب ادامه دارد. هنگام پریدن از روی آتش، شعر زردی من از تو، سرخی تو از من گفته می شود تا سرخی آتش شادی آورده و زردی یا اندوه و بیماری را از فرد بگیرد. قاشق زنی از آیین‌های برچیده شده چهارشنبه سوری است که البته هنوز هم در برخی نقاط ایران برگزار می شود. و شباهت زیادی به جشن هالووین دارد. برای اجرای این مراسم، جوانان با کشیدن پارچه‌ای بر سر برای ناشناس ماندن به در خانه ها رفته. قاشقی را به کاسه‌ای می‌کوبند تا با سر و صدای آن صاحب خانه شیرینی و پول و آجیل در کاسه هایشان بریزد. در آیین دیگری شبیه به این، مردم شال یا پارچه درازی را جلوی خانه ها آویزان می کنند تا هدیه کوچکی به آن وصل شود. ممکن است بدانید که آجیل خوردن در اکثر جشن های ایرانی از فعالیت های اصلی و پرطرفدار به شمار می رود. آجیل مشکل گشا نام مجموعی از این آجیل هاست که اکثراً شامل پسته و فندق، بادام، گردو، نخودچی و کشمش، و نظیر اینها می باشد. این باور وجود دارد که با خوردن این آجیل سختی ها و بدی ها از انسان دور می شوند و به همین دلیل نام آن را مشکل گشا یا گشاینده مشکلات نهادند. این آجیل در چهارشنبه سوری نیز گردآوری شده در طول شب همراه دوستان و خانواده صرف می شوند. یکی از کارهای جالب مرسوم در چهارشنبه سوری فال گوش ایستادن است. بدین ترتیب که یک نفر آرزویی کرده پشت دری یا در خیابان منتظر می ایستد و اولین حرفی را که می شنود به عنوان فال نیک یا بد تعبیر می کند. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که کوزه شکنی در چهارشنبه سوری به چه معنی است؟ کوزه شکنی نیز از رسوم قدیمی چهارشنبه سوری است که در آن کوزه کهنه ای را با زغال و نمک و سکه به نشانه درد و بلا پر کرده. آن را از پشت بام خانه به خیابان می اندازند تا با شکستن کوزه بدبختی ها نیز از بین بروند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا در کشور شما هم جشنی مربوط به آتش وجود دارد؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی.